بابک، ابتدا ما رو در جریان آخرین وضعیت در اسرائیل و تحولات چند ساعت اخیر قرار میدی. سیما، هنوز گمان زنی ها در رابطه با احتمال و زمان حمله جمهوری اسلامی و یا پیش از اون حزب الله لبنان به طور قمارگونه ای همچنان ادامه داره. تقریبا هر روزه یک روز جدیدی را برای حمله تحلیلگران سیاسی و نظامی در سراسر جهان تعیین میکنند. آخرین گمان زنی ها هم امشب هستش که شب یکی از بزرگترین سوگواری ها و روزهای تاریخی یهودیان هستش که از امشب تا فردا شب ادامه خواهد داشت. در کنار اون خبرهایی هم از شروع به تخلیه پایگاه های حزب الله به گوش رسیده. روزنامه الجمهوریه، یک روزنامه لبنانی هستش، گزارش میده که حزب الله اخیراً تمامی مراکز فرماندهی شناخته شده خودش را در منطقه ظاهیه در جنوب بیروت، از جمله دفاتر سیاسی این سازمان را کاملاً تخلیه کرده. بر اساس این گزارش ها، تخلیه ها شامل انتقال کامپیوترها و تجهیزات دیگر هم هستش. این روزنامه حدس میزنه که این اقدام نشانه ی از یک اقدام تلافی جویانه قریب الوقوع هستش و رهبری حزب الله در حال آماده شدن برای بدترین حالت در صورت واکنش اسرائیل هستش. همچنان فرودگاه رفیق الحریری در لبنان هم صحنه هجوم مردم برای فرار از لبنان هستند که احتمال یک جنگ تمام عیار را تجربه میکنه. در کنار اون، شرکت های هواپیمایی ایر اروپا نیز هر امروز مسیر تل‌آویو به مقاصد خودش را تا روز پنجشنبه لغو کرده. پیش از این شرکت هواپیمایی یونانی آیجن هم تمامی پروازهای خودش را تا 19 ماه اوت به تعویق انداخته. سوئیس ایر و همچنین لوفتانزا هم اعلام کردن که نه تنها به اسرائیل بلکه به تل‌آویو، به تهران، به بیروت، به عمان و به اربیل در قسمت کردستان عراق هم پرواز نخواهند کرد. این شرکت افزوده که تا آن روز از حریم هوایی ایران و عراق هم استفاده نخواهد شد. در کنار اون، روزنامه اسرائیلی معریف میگوید که هر هدفی که به اسرائیل آسیب جدی برساند بر قوانین بازی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و اسرائیل و حزب الله تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. به گفته این نشریه، اگر حزب الله به پایگاه‌های اسرائیلی مانند ستاد اطلاعات نظامی، ستاد وزارت دفاع و یا میدان نفتی کریش در دریای مدیترانه حمله کند، ممکن است که اسرائیل به شکل قاطع به حزب الله پاسخ بده و بیروت را وارد جنگی مشابه جنگ غزه کنه. نیلوفر، درباره بیانیه این سه کشور اروپایی و اینکه اخبار مربوط به حمله احتمالی ایران در اروپا چه واکنش‌هایی داشته توضیح میدید؟ می‌بینیم نگرانی‌ها در اروپا بسیار زیاده. اگر بخوایم نگاه بکنیم، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه توی همین مدت کمی که از آغاز به کار مسعود پزشکیان می‌گذره، دو بار با او تلفنی گفتگو کرده. همین چهارشنبه گذشته با او صحبت کرده، در همین زمینه به او هشدار داده در مورد حمله احتمالی ایران به اسرائیل یا منطقه و مواضع در واقع اسرائیل، حمله تلافی جویانه و به ایران، گفته که این چرخه یا این در واقع منطق تلافی جویی باید خاتمه پیدا بکنه و کنار گذاشته بشه. از طرف دیگه میبینیم، حالا به نظر میرسه که این صحبت‌ها احتمالاً نگرانی‌های اونها رو برطرف نکرده، گفتگوهای تلفنی، و به همین دلیله که سران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با همدیگه یک بیانیه مشترک رو در همین زمینه منتشر کردن. قبل از این وقتی بیانیه های اونها رو میدیدیم، خیلی کم پیش میاد که سران سه کشور امضا بکنن. معمولا وزارت خارجه این کشورها که بیانیه میدن در مورد موضوعات مربوط به ایران، وقتی که پای سه کشور به میون میاد. ولی حالا در جز موارد معدودیه که سران سه کشور پای این بیانیه رو دارن امضا میکنن. به غیر از اون، خواستار از سر گرفته شدن
هرچه سریعتر و بدون وقفه گفتگوها برای در واقع آتش بس فوری به گفته اونها بین حماس و اسرائیل هستند، برای پایان دادن به درگیری ها، برای اینکه در واقع گروگان ها یه باقی مونده در دست حماس آزاد بشن و همینطور به گفته اونها بدون وقفه و بدون مانع کمک ها به مردم غزه برسه. در این شرایطی که در واقع رایزنی ها ادامه داره، میبینیم که بعد از این بیانیه حتی صدر اعظم آلمان دوباره با مسعود پزشکیان گفتگو کرده، او هشدار داده در مورد چرخه خشونت، خواستار این شده که ایران هر کاری میتونه، هر تلاشی که میتونه انجام بده برای جلوگیری از افزایش خشونت ها در منطقه. امانوئل مکرون هم در هشدارهاش به این موضوع اشاره کرده بود که ایران باید از گروه های تحت حمایتش، گروه هایی که به گفته او بی ثبات کنندند، بخواد تا این در واقع اقدامات خودشون رو پایان بدن و بعض از به آتش کشیدن کامل منطقه خودداری بکنن، چون به گفته او یک حمله جدید میتونه پیامدهای پایدار و ادامه دار برای منطقه داشته باشه. نگرانی ها بسیار زیاده از اینکه نتونن هر گونه واکنشی رو در واقع کنترل بکنن و جنگ در خاورمیانه به وضعی برسه که از کنترل همه خارج بشه. سمیرا، در تماس تلفنی وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل چه مطرح شده؟ تازه‌ترین اقدامات آمریکا برای افزایش حمایت نظامی از اسرائیل چیه؟ سیما، تماسی که بین آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل و لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده انجام شده در پی تغییر ارزیابی های اسرائیل در 24 ساعت گذشته بوده. در 24 ساعت گذشته اسرائیل به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی در صدد انجام یک حمله گسترده به اسرائیل هست و آقای گالانت با آقای آستین تماس گرفته تا این جزئیات رو به اطلاع اون برسونه و در پی اون تماس تلفنی ایالات متحده و وزارت دفاع هم مشخصا تصمیم گرفتند که حضور نظامی ایالات متحده در منطقه رو افزایش بدند. فرستادن یکی از زیردریایی‌های ایالات متحده بعد از انجام این تماس تلفنی صورت گرفته. آقای آستین همچنین دستور داده که یکی از ناوهای هواپیمابر ایالات متحده که در راه خاورمیانه هست سریعتر حرکت بکنه. حضور نظامی ایالات متحده در چند روز گذشته افزایش داشته، اما بعد از این تماس تلفنی و دستور دادن برای ارسال ناوهای بیشتر، برای ارسال زیردریایی‌های بیشتر و حضور نظامی گسترده‌تر نشون میده که اسرائیل نگرانی‌های جدی خودش که در 24 ساعت گذشته بهشون رسیده و نهایی کرده احتمالاً رو با ایالات متحده در میان گذاشته و ایالات متحده هم این نگرانی‌ها رو جدی گرفته. بر اساس اون چیزی که آکسیوس میگه، هفته گذشته اسرائیل ارزیابی بیش این بوده که جمهوری اسلامی هنوز در رابطه با ابعاد حمله و زمان حمله به نتیجه نرسیده بوده و درگیری‌های داخلی در بدنه جمهوری اسلامی وجود داشته و ارزیابی تازه نشون میده که الان تصمیم بر این هست که حمله گسترده و مستقیمی صورت بگیره. آقای گالانت به یکی از پایگاه‌های نظامی اسرائیل که سرزده بوده اونجا به سربازان گفته که حمله‌ای که پیش رو داریم از 13 آوریل بزرگتر خواهد بود و این نشون میده که از اون 300 خورده‌ای پهپاد و موشکی که جمهوری اسلامی دفعه پیش پرتاب کرد احتمالاً حمله بزرگتر خواهد بود. ایالات متحده در تمامی این نزدیک به دو هفته است که اسماعیل هنیه در تهران کشته شده، در تمامی این مدت بر حمایت همه جانبه از اسرائیل تاکید کرده و الان به نظر میرسه که ارزیابی‌ها در رابطه با حمله جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل کمی داره شفاف‌تر و روشن‌تر میشه. پیشتر در 48 ساعت بعد از کشته شدن هنیه اسکای عربی گفته بود که احتمالاً این دوشنبه یا سه شنبه، یعنی امروز یا فردا که بابک هم اشاره کرد شومترین روز در تاریخ یهود هست، ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد این حمله رو انجام بده. ارزیابی اسرائیل الان این است که تا قبل از پنجشنبه این حمله رو انجام خواهند داد. پنجشنبه روزی است که برنامه‌ریزی شده برای ادامه مذاکرات مربوط به صلح و توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها و اسرائیل فکر می‌کنه تا پیش از پنجشنبه ممکنه این حمله صورت بگیره. هفته‌ای مهم هست، هفته‌ای است که ممکنه که سرنوشت خاورمیانه را از این منظر که آیا وارد یک جنگ بزرگ خواهیم شد یا نه، حمله به در ابعادی نخواهد بود که مذاکرات آتش بس رو تحت شعاع قرار بده و با پیش رفتن اون مذاکرات به سمت یک صلح بریم. همه اینها به نظر میرسه که اونطور که آکسیوس میگه در این هفته تکلیفش روشن بشه. سیما،
اشکان صفایی همکارمون از اورشلیم با ماست. اشکان، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل سفر خارجی کارت‌های نیرو رو تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. این میتونه نشونه چی باشه؟ خب بیش از هر چیزی میتونه نشان دهنده این باشه که ارتش اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل به صورت مشخص داره به بدترین سناریوی ممکن هم فکر میکنه. بدترین سناریوی ممکن چه هست؟ اینکه حزب الله و جمهوری اسلامی هر دو به شکلی به اسرائیل حمله بکنند که اسرائیل ناچار بشه یک واکنش گسترده در هر دو جبهه نشون بده و به نوعی یک جنگ تمام عیار در هر دو جبهه اتفاق بیفته. در چنین شرایطی باید گفت که نیروی هوایی اسرائیل که به ویژه در مورد جمهوری اسلامی که هم مرز با اسرائیل است که اسرائیل بخواد از نیروی زمینی استفاده بکنه، نیروی هوایی اسرائیل به عنوان اصلی ترین در واقع بخش قدرت نظامی اسرائیل در خواهد اومد و این نیرو به تمام نیروهای خودش، چه اونهایی که نیروی ذخیره هستن چه نیروهای کادرش که الان در واقع حالا خروجشون از اسرائیل برای سفرهای تفریحی فعلا ممنوع شده و باید گفت حتی برای سفرهای در واقع کاری هم که از پیش تعیین شده بوده اجازهش رو گرفته بودند که برن، نیروی هوایی گفته که، فرمانده نیروی هوایی گفته که برای همین سفرها هم دوباره باید درخواست مجوز بکنن از فرماندهی و مجوز جدید بگیرن که اجازه داشته باشن برای این سفرها هم برای سفرهای کاری هم از اسرائیل خارج بشن. به همه این نیروها نیروی هوایی اسرائیل نیاز خواهد داشت در یک جنگ چند جبهه‌ای هم برای دفاع و هم برای حمله. فراموش کنیم که بخش بزرگی از در واقع توانایی دفاعی اسرائیل در برابر پهپادها و موشک‌های کروز، نه از سامانه‌های دفاعی اسرائیل مثل گنبد آهنین یا در واقع فلاخن داوود و در واقع پیکان هست، بلکه از جنگنده‌هایی هست که در آسمان به صورت مداوم گشت زنی میکنند و میتونن این در واقع حالا چه موشک‌ها و چه پهپادها رو شناسایی و رهگیری بکنن. در چنین شرایطی به نظر میاد هست که نیروی هوایی اسرائیل فعلا تصمیم گرفته که تمام نیروهایی رو که نیاز داره درون اسرائیل نگه داره، به ویژه که اگر اونها خارج بشن ممکن هست اگر جنگی رخ بده آسمان اسرائیل بسته بشه و اونها راهی اصلا برای برگشت به اسرائیل نداشته باشن. اشکان، میتونی درباره اظهار نظرهای مقامات منطقه و جهان در مورد احتمال حمله جمهوری اسلامی حزب الله هم به اسرائیل توضیح بدی؟ خب این در واقع میشه گفت حتی به ویژه 24 ساعت گذشته شما هر رسانه‌ای رو باز میکنید سه کلمه میبینید: حزب الله، ایران حالا یا جمهوری اسلامی و اسرائیل. خبرهایی که مدام هم لحظه به لحظه بروز میشن و اظهار نظرها هم بسیار زیاد بوده، هشدارها بسیار زیاد بوده. از خود اسرائیل شروع کرد، جایی که یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور ساعتی پیش در نشست کمیته دفاع و سیاست امنیت و سیاست خارجی اسرائیل کنست، پارلمان اسرائیل صحبت میکرد، در اونجا گفت که اسرائیل توانایی های دفاعی خودش رو تقویت میکنه، گفت که علاوه بر توانایی های دفاعی توانایی های تهاجمی هم مد نظر هستند، چه برای واکنش به هر گونه حمله ای چه برای حمله در واقع پیش دستانه. از اون طرف در لبنان نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفته که نمیشه از واکنش حزب الله، انتقام حزب الله جلوگیری کرد و حتی حالا بجز کشورهای اروپایی و واتیکان حتی بانک جهانی امروز به جمهوری اسلامی هشدار داده که حتی یک درگیری کوتاه مدت با اسرائیل میتونه تاثیرات مخربی بر اقتصاد و بر زندگی مردم ایران بذاره. افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه کیل انگلستان، از لندن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب شاهی. با بالا گرفتن احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، وزیر دفاع این کشور از احتمال حمله پیشدستانه خبر داده. به نظرتون این حمله پیشدستانه از سوی اسرائیل چقدر محتمله؟ سلام و وقت شما بخیر خانم قیاسی. ببینید، در چند روز گذشته ما شاهد افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد
در واقع سیاست احتمالی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل بودیم. این سالها مطرح میشه که آیا این تعلل جمهوری اسلامی ناشی از یک تجدید نظر هست یا اینکه ناشی از یک صبر استراتژیک هست؟ و اگر که ما به فعل و انفعالات منطقه توجه بکنیم، اگر که ما به مواضع جدید کابینه جنگ اسرائیل توجه بکنیم، حتی اگر که ما به اظهار نظرهای کشورهای اروپایی و ایالات متحده توجه بکنیم، به نظر میاد که هنوز قطعیتی وجود نداره که جمهوری اسلامی واقعا در مورد این مسئله تجدید نظر کرده باشه و شاید حمله در راه باشه. و اگر که ما به تاریخ سیاست‌های دفاعی اسرائیل در چند دهه گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که اسرائیل در این زمینه حمله‌های پیشگیرانه در واقع یک سیاست برجسته داشته. خانم قیاسی، فراموش نکنیم که همین حمله‌های پیشگیرانه اسرائیل بود که در سال 67 میلادی نتیجه جنگ اسرائیل و کشورهای عربی رو تغییر داد. در یک حمله پیشدستانه در یک چشم هم زدن اسرائیل موفق شد که توانایی و ظرفیت‌های نیروی هوایی مصر رو عملاً از کار بندازه و نتیجه جنگ رو به نفع خودش تموم بکنه. و حتی اگر که ما فراتر از سال 67 بریم، میبینیم که در موارد متعددی اسرائیل از این سیاست استفاده کرده و ما میتونیم به جرئت بگیم یک جزء مکملی از سیاست کلان بازدارندگیش است. و این احتمال وجود داره که اگر که این قطعیت حاصل بشه، اگر که عملا تضمینی حاصل بشه که حمله مستقیم جمهوری اسلامی در ابعاد کلان به طرف اسرائیل حتمی هست، به نظر من این اصلا دور از احتمال نیست که اسرائیل دست به یک حمله پیشگیرانه بزنه، چه علیه حزب الله در ابعاد گسترده و چه علیه پایگاه‌های نظامی و هوایی جمهوری اسلامی درون خاک ایران. آقای شاهی، انتظار می‌رفت حضور پزشکیان و تیم او از نگرانی برای حمله ایران و تنش در منطقه کم بکنه. تا چه حد این انتظار برآورده شده؟ به نظر من این انتظار بسیار خامی بود خانم قیاسی، که کسی که انتظار داشته باشه شخصی همانند پزشکیان بتونه کلیات سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بده. اگر که ما حتی به چیدمان کابینه پزشکیان هم توجه بکنیم، نه تنها شرایط تغییر نکرده، حتی در بعد سیاست خارجی ما میتونیم منتظر ماجراجویی‌های سنگین‌تر، خطرناک‌تر و جدی‌تر جمهوری اسلامی باشیم. و نقش پزشکیان و نقش انتخابات و تغییر دولت، همینطور که واضح هست، کوچکترین تأثیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نذاشته و متاسفانه یک بار دیگه کشور رو در معرض خطر جنگ قرار داده. گزارشت رو در ارتباط با بیانیه سه کشور اروپایی میشنیدیم مصدق. بله، من همونطور که گفتم این نخستین واکنش مقامات و خطر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل نیست. بارها و بارها گفتند که نگران از افزایش تنش و مسئولیت این افزایش تنش در قدم اول متوجه جمهوری اسلامی خواهد بود اگر حمله تمام عیار را به خاک اسرائیل انجام بده. و یک بار دیگه حالا این بیانیه با صراحت بیشتری تاکید کرده بر همین مسئله و گفته که چون این کاری میتونه تنش ها را در منطقه افزایش بده و مهمتر از او تلاش هایی که برای آتش بس بین حماس و اسرائیل در حال جریان است به خاطر آتش بس در غزه، ممکن است این تلاش ها را نقش بر آب کنه و کاهش بده چانس آتش بس را، که باز هم این مسئولیت متوجه جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. و از سوی دیگه جمهوری اسلامی ایران از یک سو تهدید به حمله مستقیم به یکی از کشورها میکنه و از سوی دیگه در حال تلاش برای ترمیم روابطش
هست، حداقل در ظاهر با کشورهایی مثل کشورهای اروپایی یا اتحادیه اروپا. مثلا همین دیروز مسعود پزشکیان به شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت که کشورش علاقه داره تا برجام را دوباره احیا بکنه. حالا اینکه چقدر واقعا در سیاست داخلی ایران این فرصت فراهم خواهد بود تا آقای پزشکیان بتونه در این مسیر حرکت کنه مسئله دیگری است، اما در ظاهر جمهوری اسلامی ایران به نحوی از یک سو پیام دوستی با کشورهای مختلف میفرسته، از یک سو پیام جنگ، و این نگرانی را در بین کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی افزایش داده. ایران نمیتونن اعتماد کنند که به کدام نسخه از جمهوری اسلامی ایران باید باور داشته باشند. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم در ارتباط با ما همراه شده. اشکان، همزمان با این خبرها شرکت‌های هواپیمایی هم همچنان دارن پروازهای خودشون رو به اسرائیل و کشورهای منطقه لغو میکنن. بیشتر از تو بشنویم در این زمینه. بله، این در واقع موج جدید لغو یا تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی به اسرائیل، به لبنان و تا حدودی حالا به تهران و دیگر شهرهای منطقه از 12-13 روز پیش آغاز شد و همچنان هم ادامه داره. در جدیدترین موارد مثلا امروز رایان ایر اعلام کرده که تعلیق پروازهای خودش رو تمدید میکنه. شرکت هواپیمایی فرانسه ایر فرانس و زیر مجموعهش هم اعلام کردند که تمدید میکنند تعلیق پروازهاشون رو به اسرائیل و همچنین به برخی دیگر از شهرها مثل بیروت. ولی شاید از همه مهمتر اقدامیه که لوفتانزا، در واقع گروه هواپیمایی لوفتانزا، امروز انجام داده که شامل لوفتانزا، سوئیس ایر، هواپیمایی اتریش و چند شرکت کوچک و بزرگ هواپیمایی دیگه هم میشه. اونها اعلام کردند که پروازهاشون رو هم به تهران لغو میکنند، هم به تل آویو، هم به بیروت، هم به عمان پایتخت اردن و هم به شهر اربیل مرکز اقلیم خودمختار کردستان عراق، گفتند به هیچ کدام از این شهرها پرواز نمی کنند تا در واقع تا بیش از یک هفته دیگه. و از اون طرف گفتند که از آسمان برخی از مناطق هم در خاورمیانه مثل ایران در طول روزهای آینده استفاده نخواهند کرد. این موضوع استفاده نکردن و پرواز نکردن از حریم هوایی کشورها رو باید گفت پیشتر مثلا روسیه هم اعلام کرده بود که پروازهای شرکت‌های روسی تا پایان این هفته اجازه ندارند شبها در ساعات شب از آسمان اسرائیل پرواز کنند، موضوعی که برخی در اون زمان گفتن شاید روسیه اطلاعاتی از جمهوری اسلامی گرفته مبنی بر اینکه حمله ای رو قرار هست در همین هفته و در ساعات شب انجام بدن. اما موضوع حالا تا موضوع در مورد آسمان ها هستیم، این رو هم بگم که با ادامه با در واقع با تشدید گزارش ها درباره قریب الوقوع بودن حمله جمهوری اسلامی یا حزب الله لبنان به اسرائیل، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل هم امروز فرمانی را صادر کرده و در واقع خروج تمام کادرهای نیروی هوایی اسرائیل را از این کشور به منظور تفریع تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده و حتی کادرهای نیروی هوایی هم که برای مأموریت کاری باید به خارج برند و از قبل مأموریت هاشون تصویب هم شده، دوباره باید در واقع از فرماندهی نیروی هوایی مجوز بگیرند برای خروج از اسرائیل. به نظر میاد که نیروی هوایی اسرائیل میخواد تمام نیروی موجود خودش رو، حالا در واقع به صورت چه پتانسیل موجودش رو، چه اونهایی که فعال هستند رو در اختیار داشته باشه درون اسرائیل، که اگر در واقع تنشی پیش آمد، درگیری شدید شد و حتی به یک جنگ تمام عیار کشید، در واقع با کمبود نیرو مواجه نشه. حسین آقایی، پژوهشگر رابطه بین الملل و امور استراتژیک، با ما همراه شدن، خوش آمدید. آقای هشدارها درباره وقوع جنگ یه بار دیگه داره شنیده میشه. آقای، تصمیم جمهوری اسلامی در پاسخگویی به اسرائیل تغییری کرده؟ درود به شما و بینندگان عزیز. جمهوری اسلامی هیچ راهی جز واکنش نشون دادن نداره، ولی خب اون ماهیت و ابعاد واکنش جمهوری اسلامی هستش که مهم هست و
ارسال ادوات و تجهیزات نظامی که آمریکا داره انجام میده گسیل کرده به منطقه، از جمله اعزام ناوگروه ضربتی یو اس اس ای ابراهام لینکلن با اسکادران جنگنده اف 35 و دو اسکادران جنگنده پیشرفته اف 22 رپتر و جنگنده های اف ای 18 سوپر هورنت و البته جنگنده های جنگ الکترونیک گراولر به همراه هواپیمای شناسایی ای 2 هاک آی در کنار اعزام زیردریایی کلاس اوهایو یو اس اس جورجیا که مجهز به موشک‌های تاموهاک هست. اینا نشون میده که آمریکایی‌ها احساس میکنن که جمهوری اسلامی بالاخره واکنشی نشون خواهد داد، ولی جمهوری اسلامی هر واکنشی نشون بده این عنصر یا فاکتور تناسب هستش که برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز هست. ما از ماهیت و اون ابعاد واکنش جمهوری اسلامی خبر نداریم، ولی این واکنش هرچه که باشه بازدارندگی در برابر اسرائیل، یعنی بازدارندگی که جمهوری اسلامی دنبالش هست در برابر اسرائیل، فقط زمانی احیا میشه که طبق قاعده بازی، نه اینکه ما این رو بخوایم یا نخوایم، طبق قاعده بازی واکنش جمهوری اسلامی به طور مثال منجر به تلفات نظامیان، آسیب جدی به تأسیسات نظامی حساس اسرائیل مثل سامانهای پدافندی و مقرهای نظامی و البته حذف سران و مقامات ارشد اسرائیل بشه. ولی ما خوب میدونیم که اگر چنین واکنشی رو جمهوری اسلامی با پارامترهایی که خدمت شما عرض کردم نشون بده، به احتمال زیاد اسرائیل در داخل ایران عملیات انجام خواهد داد با حمایت آمریکا، و جمهوری اسلامی اگر واکنش متوازن هم نشون بده این بدان معنا نیستش که جمهوری اسلامی در این معادله بازدارندگی در برابر اسرائیل پیروز شده، فقط مساوی میشه. زمانی جمهوری اسلامی بر اساس قاعده بازی در معادله بازدارندگی برنده و پیروز میشه که مطمئن باشه در راستای واکنشش اسرائیل دیگه توانایی عملیاتی نظامی و اطلاعاتی برای انجام عملیات ها در داخل ایران بر اساس دکترین اکتاپوس رو نداره و اسرائیل همین عملیات ها رو در راستای دکترین مابام هم مثلا در منطقه در سوریه انجام نمیده، که این امر در کوتاه مدت و میان مدت تقریبا به نظر من محال هستش که اسرائیل چنین اقدامی رو انجام نده. بنابراین با منتظر باشیم ببینیم که بالاخره واکنش جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. ممکنه که یک واکنش عین الاسدی رو ما شاهد باشیم، هماهنگی یا کنترل شده، ولی به هر حال اگر واکنش فراگیر باشه تبعات جدی برای ایران خواهد داشت. از طرفی هم حماس اعلام کرده که نمایندهی برای مذاکرات آتش بس اعزام نمی‌کنه. فکر می‌کنید دلیلش چیه؟ ببینید حماسی ها الان که حالا یحیی سینوار رو هم به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس جایگزین هنیه انتخاب کردند، به دنبال مذاکرات واقعی نیستش. حماس تاکتیکش از ابتدای جنگ این بوده که از طریق این اهرام مذاکره سعی بکنه که مانع از ادامه عملیات‌های نظامی اسرائیل در غزه بشه و از این طریق زمان بخره اسرائیل رو درگیر این نوع جنگ فرسایشی بکنه. از اون طرف هم اسرائیل به نظر من اگرچه آزادی گروگان‌ها براش یکی از اولویت‌ها هست، ولی تا زمانی که به اون اهداف راهبردی اصلی خودش در جنگ نرسه جنگ رو متوقف نخواهد کرد به معنای واقعی. برابر این دو طرف به نظر من در یک وضعیت بن‌بست قرار دارن. چیزی که حماس میخواد این هستش که بدون اینکه مذاکراتی انجام بشه، چانه زنی بخواد بکنه، بدبستانی باشه، همون طرح بایدن که 31 می اون طرح سه مرحله آتش بس اون اجرا بشه، دفعتا اجرا بشه و مذاکره هم براش انجام نده. ولی خب اسرائیل به نظر میرسه که میخواد مذاکره بکنه و الان دستش پرتر هست، سعی بکنه که شرط و شروط خودش رو به طرف مقابل تحمیل بکنه. من فکر میکنم که خیلی نمیشه به این دور از مذاکرات آتش بس هم امید بست. من فکر میکنم که باید منتظر باشیم ببینیم که بالاخره جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده. اون واکنش جمهوری اسلامی هم در تعیین معادلات بسیار سرنوشت ساز هستش. من فکر میکنم که به احتمال زیاد ما یک سیکل تنش و درگیری ها رو به احتمال زیاد خواهیم داشت. بازم باید منتظر باشیم ببینیم که بالاخره تصمیم جمهوری اسلامی چه هست. درباره این رزمایش رسانه‌های ایران خبر چندانی منتشر نکردن، جزئیاتی نگفتن که چه نوع سلاح و تجهیزاتی در اون آزمایش میشه. فکر میکنین اصلا با چه هدفی داره صورت میگیره؟ جمهوری اسلامی به دنبال چیه با این رزمایش در این شرایط؟ مثلا درود میفرستم خانم وحید گرامی و همه مخاطبان صدای آمریکا. عرض کنم به حضورتون که خب اونهایی از ما که یک زمانی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به خصوص ارتش خدمت کردیم، این رو بهمون یاد داده بودن در ساده ترین اصول که اگر رزمایشی
در بردارنده استفاده از سلاح‌های آفندی یا پدافندی باشه که زمین به هوا باشه یا هوا به زمین باشه، معمولا در اون گونه موارد باید با مقامات کشوری هماهنگی بشه، به خاطر به هر حال اینکه در اون منطقه حالا هواپیمایی بخواد عبور بکنه، هلیکوپتری بخواد عبور بکنه و تمام این چیزها باید هماهنگی بشه. بنابراین یک سوالی که وجود داره این هستش که چرا جمهوری اسلامی به خصوص بیت رهبری و سپاه پاسداران دارن به این شکل عمل میکنن که بسیار غیر متداول هست. و اون زمانی که بنده برای مثال خدمتتون عرض کنم خدمت کردم، سپاه پاسداران یا ارتش جمهوری اسلامی هیچ کدومشون این تجهیزات آفندی و پدافندی بسیار پیچیده‌ای رو که امروز دارن نداشتن. یک نکته دیگه هم که به نظر من مهم هست این هستش که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با تظاهر کردن به انجام این رزمایش ها که حالا ما نمیدونیم آیا اینها واقعا از یک سال قبل برنامه ریزی شده بوده یا اخیراً برنامه ریزی شده بوده، به هر حال داره استفاده میکنه از این رزمایش ها برای اینکه وقت بخره یا وقت تلف بکنه برای در واقع به انجام رسوندن این به اصطلاح انتقام سختشون. و به نظر من یک سری مذاکرات دیگه ای احتمالاً در جریان هست از طریق طرفهای عربی، به خصوص اردنی ها، قطری ها و عمانی ها، با اسرائیلی ها و آمریکایی ها از یک طرف و با جمهوری اسلامی، و اینها دارن پیام میبرن و میارن. و به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی برای اینکه به نیروهای نیابتیش نشون بده که مثلا داره خودش رو آماده میکنه، یا به اون بدنه امنیتی سرکوبش نشون بده که داره خودش رو برای مثال آماده میکنه و چون نیستش که داره وقت تلف میکنه، باید دست به یک همچین در واقع رزمایش هایی بزنه که حداقل یک جوری سکون و بیعملی خودش رو بر خلاف اون تهدیداتی که میکنه توجیه کرده باشه. بله، آخه الان منطقه شرایط پرتنشی رو داره تجربه میکنه، حتی درگیری های حزب الله لبنان با ارتش اسرائیل هم خیلی تشدید شده و الان داره این مانور برگزار میشه. اما فکر میکنیم با توجه به اینکه الان دیگه چند روز گذشته از اون صحبت‌های اولیه‌ای که شده بود در مورد انتقام گرفتن در خونخواهی اسماعیل هنیه به گفته رهبر جمهوری اسلامی، اصلا فکر می‌کنین که احتمال حرکتی وجود داره از طرف جمهوری اسلامی؟ محض خالی نبودن عریضه احتمال حرکت بقیده من همیشه به نوعی وجود داره. حالا این میتونه به صورت نامتناظر باشه. ما این خبر رو داشتیم که یونانی ها بهشون هشدار داده شده بود که ممکن هست در قبرس یا در خود خاک یونان به منافع اسرائیلی ها یا به شهروندان یهودی مراکز فرهنگیشون حمله بشه. این رو نباید فراموش کرد. جمهوری اسلامی شبکه عظیم در واقع غیر متناظر تروریستی داره در همه جای دنیا. نکته دوم این هستش که اون دفعه در که منجر به عملیات 13 آوریل شد، چیزی حدود 12 روز طول کشید تا جمهوری اسلامی پاسخ بده. هنوز خیلی دیر نیست قربان، یعنی اگر از 2 هفته بگذره، اگر وارد 3 هفته بشه، اون وقت به نظر من ما میتونیم تردید بکنیم که آیا جمهوری اسلامی واقعا جدی هست که از خود خاک ایران پاسخی به اسرائیل بده. وگرنه بعقیده من قدری ما هنوز باید قدری صبر بکنیم تا اینکه ببینیم این وضعیت بعقیده من همونجوری که حضرت عالی فرمودید بسیار پرتنشی که وجود داره آیا منجر به یک منازعه مستقیم میشه. حالا آقای خلدی، توی این شرایط علی شادمانی معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه که به هر حال مقام ارشدی محسوب میشه به روسیه رفته، گفته شده هدفش بازدید هست از یک نمایشگاه نظامی در مسکو. روسیه به نظرتون در این معادلات چه نقشی رو داره بازی میکنه؟ آیا مشوق جمهوری اسلامی خواهد بود برای اقدامی علیه اسرائیل یا حمله احتمالی؟ و چه بسا حتی چین افزون بر روسیه؟ فراموش نفرمایید، یعنی من خدمت بینندگانتون این رو یادآوری میکنم، ایالات متحده آمریکا اون ناو هواپیمابری رو که در دریای چین داشت فرا خوند به خاطر این مسائلی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته،
و این متحدان آمریکا رو در آسیای شرقی مقداری نگران کرده از نظر منازعاتی که خودشون و تقابلاتی که خودشون در واقع با چین دارن. روسیه هرگاه که تحت فشار قرار گرفته در جبهه اوکراین سعی کرده از جمهوری اسلامی استفاده بکنه برای اینکه امریکا رو در واقع یک نوعی از نظر خودشون درگیر نگه داره در منطقه خاورمیانه و بتونه امتیازاتی بگیره درباره مسئله اوکراین. بنابراین با توجه به میزان کمکی که جمهوری اسلامی همیشه به روسیه کرده، به خصوص در این شرایطی که روسیه به شدت تحت فشار است و غافلگیر شد در منطقه کورسک، به نظر من نقش روسیه رو و نقش جمهوری اسلامی رو به صورت یک محوری که برای اینکه منافعشون پیش بره، جمهوری اسلامی برای اینکه منحرف بکنه اروپایی ها و آمریکایی ها رو کمک میکنه که آتش جنگ در اوکراین در واقع بیشتر شعله ور بشه، از اون طرف روسیه برای اینکه اونها رو منحرفشون بکنه از اوکراین ترجیح میده که آتش جنگ در خاورمیانه در واقع شعله ورتر بشه. و این رو من یادآوری بکنم که همین ظرف یکی دو هفته اخیر روس‌ها خودشون مستقیماً با حوثی‌ها و با حزب الله لبنان در تماس بودن که مستقیم بهشون کمک بکنن. بنابراین بله، من کاملا با شما موافق هستم و نقش روسیه رو به عنوان یک عامل بی ثبات کننده و نه عامل آوردن صلح و آرامش به منطقه باید از نظر دور نه. به اورشلیم بریم، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، بیشتر از جدیدترین تحولات منطقه برای ما بگو و احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. خب رضا، همین که ما میبینیم پنتاگون داره اعلام میکنه که از ناوگروه ابراهام لینکلن خواسته سریعتر خودش رو به منطقه برسونه و در یک اقدام کم سابقه داره اعلام میکنه که یکی از زیر دریایی های مجهز به موشک های بالستیک در واقع کنترل شوندهش رو هم داره به منطقه میفرسته. معمولا درباره مکان زیر دریایی هاش پنتاگون هیچ وقت اظهار نظر نمی کنه. این نشون میده که احتمالاً آمریکایی ها هم فکر می کنند که جمهوری اسلامی مصمم هست که حمله ای رو به اسرائیل در همین روزهای آینده انجام بده. باید گفت تا همین دیروز اگر می پرسیدید، چند روزی بود که مقامات رسانه های اسرائیلی دست کم نقل از مقامات این کشور پیش بینی می کردن که شاید جمهوری اسلامی حمله نکنه، شاید حمله رو خیلی کوچکتر انجام بده. اما از دیروز در واقع دوباره همه چیز عوض شده. ما میبینیم که رسانه های اسرائیلی از قول نهادهای اطلاعاتی این کشور یا افرادی در واقع بدون اینکه اسمشون رو بیارن میگن که آنچه که شاهدش بودن از جمله تحرکاتی که درون ایران دیدن نشون میده که احتمالاً جمهوری اسلامی خودش رو داره آماده میکنه برای یک حمله در همین روزهای آینده. بسیاری از این که گفته میشه در روزهای آینده هم به این دلیل هست که خیلی ها فکر میکنن جمهوری اسلامی و چه حزب الله حمله شون رو قبل از مذاکرات آتش بس روز پنج شنبه میخوان انجام بدن. و البته صحبت های یوآف گالانت دیروز هم که بهش اشاره کرد که گفته هر کسی که ما حمله ای بکنه که ما گفت در واقع اگر به اون تهدیدشون جمهوری اسلامی و حزب الله عمل کنن، حمله ای بکنن که ما تا حالا ندیدیم، ما هم حمله ای به اونها خواهیم کرد که سابقه نداره، یا واکنششون خواهیم داد که سابقه نداره. اشکان، گزارش دیروزت رو میدیدم در مرکز اورشلیم بودی، به نظر همه چی عادی میومد. حالا اسرائیل چه تمهیداتی برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی داره؟ خب همه چیز عادی به نظر میاد، شاید چند دلیل داشته باشه. یکی شب این هست که مثلا دیشب خب دوباره بعد از اینکه این گزارش ها منتشر شد خبرها دست به دست میشد که حمله در راه هست و اینها، ولی خب بعدش سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل دانیال هاگاری آمد و با دوباره تاکید کرد، گفت که به این خبرها نباید باور کرد و هر زمانی که در واقع اتفاق بیفته ما خودمون به مردم اطلاع خواهیم داد. و توصیه های دفاع پشت جبهه اسرائیل هنوز تغییر نکرده و خب شهری مانند اورشلیم هم معمولا مردم خیالشون راحت تر هست از اینکه در این گونه حملات هدف قرار نمیگیره. یکی از دلایلی که عادی تر هست به ویژه در اورشلیم همینه، هرچند که من آخر هفته که در شمال بودم اونجا هم شاید بتونم بگم 80-90% عادی بود. اما علاوه بر داخل اسرائیل که حالا با دفاع موشکی خود اسرائیل، جنگنده های اسرائیل و همچنین کشورهای دیگر دفاع میکنن، در باید گفت که در کشورهای منطقه هم اسرائیل نگرانی هایی داره، از جمله کانال 11 میگه اسرائیل از سربازان این کشور که در
جمهوری آذربایجان یا گرجستان هستن به دلیل احتمال اینکه جمهوری اسلامی بخواد به اونها در این کشورها حمله کنه خواسته که فوراً به اسرائیل برگردن.